سرم قد دهنم انداختم پشت سرم، یکی دستم هم کشیدم انداختم زیر پام. من نگاه کردم دیدم از همینجا داره خون میچیکه، از دهنم کف اومده بیرون و چشام برگشته سفیدیش اومده. روی فرشی افتاده بودم وسط کنار فرش، همه سوخته بود، داشت آتیش میگرفت. سوزنو زدم تو بدن خودم، از بغل دهنم کف میومد بیرون، می جنسی و آب شیر بیاد کمرش سفت باشه. منو تو زیر زمینی تو 13 سالگی افتادی تو منو بستن تو زیر زمین با زنجیر. سلام به همتون، امیدوارم حالتون عالی باشه بچه‌ها. در خدمت آقا علی هستیم. چرا به شما میگن هادی گربه؟ خب به خاطر اینکه میدونیم اول اینکه رنگ چشامی خورده سبزه، بعد به خاطر اینکه ازم بچگی تو کوچه پس کوچه میدونیم خونمون فوتبال بازی میکردیم، تو بازی میکردیم، تو میافتاد خونه همساده، میتونستیم در بزنیم بریم توپو از در همساده بگیریم، ولی خب از پرچونیگی که من اعتیاد از بچگی ما بود، از در دیوار میپیچیدم میرفتم بالا و تو خونه همساده. آره اولین صحبت کردنم، اولین حرف این بود که میدونی خاطر خیلی قشنگی هم یه خورد کتکم خوردم واسه همین گربه گفتم بهم. تو بازی میکردیم، تو افتاد خونه همساده، نگو خونه همساده هم دیگ گذاشته بودن داشتن روب درست میکردن، توپ دقیق افتاده بود تو روب خونه همساده، منم در نزدم، از در همساده پیچیدم رفتم بالا، پریدم تو حیاط دنبال تو میگشتم، یهو دیدم همساده من از تو دستی اومد بیرون با یه شلنگ دنبال من کرد، نه یکی نه دو تا، یه 150 تو با این شلنگ به من زد. چه نامرد، گفت توپ افتاده تو دیگه روبش نامردی نکرده بود. خب این همه جاد باید تو بیفته دقیق تو همون دیگه رو بشون، میدونی اون بدترین خاطرم بود. و من بعد دیگه اومدیم و مواد مخدر آشنا شدیم، مواد مخدر بهترین چیزا ما ازم گرفت. همین تازگی ها شاید 4-5 ماه پیش مسلح بودم، سر خاک بابام نشسته بودم، داشتم با همینجور با عکس بابام صحبت میکردم، میگفتم بابا من بد بودم، اشتباه کردم، وقتی بودی قدتون ندونستم، اشکم میریختم. میدونی دست خودم هم نبود از این که میگن قد که اونایی که دور برتون هستن بدونید. پریزم واسه آقا مشتبه گفتم، آقا مشتبه میشه دکلامی کوچیک بگم؟ گفت بگو. گفتم میدونید لحظه ای که دروانید غنیمت شمارید، شاید دل نرسیدید به فردای دیگر، همونجوری هست. خدایا کمکمون کن. همان ما که بیماری اعتیاد داریم دست خودمون نیست، دست مواد مخدره که به مادر دستو میده. و الان تنها چیزی که واسه من مونده یه مادر پیر مونده واسم، هرچی هم عباس آقا رو میگم بتونی منو بفرستی اون ور، بتونم با همین اماد با هم بچه همینجا تا در حیات برم یه حال احوالی از ننم بپرسم، دلم واسش تنگ شده. زن و بچه نداری؟ نه مجردم، خدا رو شکر میکنم واسه مجردم. بعد مواد چی میزدی؟ مواد همه نوع دیگه، از سال 81-82 موادی شدم. چی؟ تزریق میکنم، کراگ مصرف می‌کردم. او تو تزریقی بودی؟ آره آره، رد سوال شستن. آره چی تزریق می‌کردی؟ کراگ بود اون زمان. کراگ کراگ مایی میشه تزریق کرد؟ آره میجوشوندیم. بعد واقعا کر میزنه بدن؟ آره من رو تو تلویزیون دیدم، تو برنامه شوک دیدم، تو تلویزیون داشت نشون میداد که یارو ماموره گوشه همون معتاده رو گرفت تو گوشه پار، سنه کشید گوشش که بلند شد، جاش گوشش کنده شد. میدونی یه ترس بهم اومد، گفتم خدا، یعنی ما کراکی‌ها، ما کریستالی‌ها که اون زمان دیگه تهران بهش میگفتن کراک، بعد تو سبزوها بهش میگفتن کریستال، همون کراک تهرانی ها. یه شوک بهم وارد شد که گفتم خدایا قرار من یه روزی دستم اون داداشم بگیره از جان بلند کنه کندشه، خدایا هر چی زودتر از این دنیا ببرم که اون روزو نه عزیزانم ببینن، نه دوستانم ببینن، نه فامیلم. خیلی چیزو دست دادم. فرق خب بعد فرق کراک و دوا چیه؟ خب کراک یه چیز مزخرفی بود، حالا دوا میدونی یارو دوایی هم میشه، خیلی چیزا از دست میده نسبت به کراک. کراک یه موادی بود که میدونیم با بار سوم چهارم مصرف کردنش تمایل به این پیدا میکردی که مثل خیلی ها تزریق کنی، دماغی بزنی. من مشامی میزدم، چند وقتی بود مشامی میزدم، بعد باید یکی از دوستامو دیدم، گفت باید چرا دماغی میزنی مشامی میزنی، بیا بکن تو سرنگ با سرنگ بزن ببین چه حالی میده. یه بار دو بار زدنش میدونیم اشتباه بود، اشتباه محض بود که تو زندگیم کردم. به بعد 7 سال بدبختی کشیدم واسه همین سرنگ. و یکی از بدترین 7 سال تزریق بودی. یکی ازم بدترین خاطرات موقع تزریق هم واسهت بگم آقای دکتر، یکی از بدترین خاطرات تزریق موقع کراک بود. میدونی من زمستون بود، دقیقاً نمیدونم سال 86-87، یه برفی سنگین اومد سبزوار، منم صبح بلند شدم از شب جلوترش خورده پول رو سرم بود، این پوله برداشتم و همینجوری لخ به زیر شواری
پیرن بلند شدم تو هوا سرما، از خونه اومدم مثلا تا مکانی می‌خواستم برم مواد بگیرم، شاید یه ربع ده دقیقه بیشتر فاصله نبود پیاده. تو همون سرما از خونه اومدم بیرون، رفتم موادمو گرفتم، برگشتم اومدم رفتم تو زیر زمین، سریع شروع کردم به برداشتن همین سرنگا. من هر موقع می‌رفتم داروخونه، داروخونه دورف راکی فلسطین منو می‌شناخته، تا می‌رفتم همینجور جینی 10 تا بهم سر هم چسبیده سرنگا، 10 تا بهم میداد، می‌دونست دیگه واسه زدن می‌خوام. یه چند تا سرنگ می‌گرفتم میومدم تو خونه می‌ذاشتم که دیگه روزی که نداشته باشم همونا تو خونه باشه. خب من از دست و از سرمای زیاد یه دونه از سرنگا رو پر کردم و هواگیری کردم گذاشتم لای دندونام، رفتم تو زیر زمین، ببخشید رو رخکن همون نشستم، در همون نبستم، از دست پاچکی سرنگو برداشتم یه دونه رو پر کردم، هواشم گرفتم گذاشتم لای دندونام، دومی رو زدم تو دستم، هنوز داشتم خونبازی می‌کردم یا نمی‌کردم یهو دیدم در زیر زمینی با در همون باز شد، نگاه کردم دیدم مادرم پاشو گذاشت تو همون که می‌خواد بیاد ببینه چیکار دارم می‌کنم. می‌دونید دست پاچه دادم سرنگو از دهنم انداختم پشت سرم، یکی دستم هم کشیدم انداختم زیر پام، زیر همون رخکنه. می‌دونید مادرم دست پاچه شدم، جایی که سوزن زده بودم اونجا بود، من اینجا رو گرفته بودم. تا مادرم اومد داخل گفتم چیه مامان، واسه چی اومدی پای، واسه چی اومدی جای من، کاری داره چیزی می‌خوای از من واسه دمنون بگیرم؟ نگاه بهم کرد داشت گریه می‌کرد، گفتم واسه چی داری مامان گریه می‌کنی؟ گفت نگاه کن بخود، من نگاه کردم دیدم از همینجا داره خون می‌چیکه، من سرنگ از اینجا کشیده بودم از دست پاچگی، می‌دونید اینجا رو گرفته بودم، همینجوری خون می‌چیکه. مادرم داشت نگاه می‌کرد، با همون حال خماری بلند شدم، مادرم قولش دادم از تو عموم رفت بیرون، داشت ازم خون می‌ریخت. می‌دونید هر موقع یادم میاد میگم خدایا، یعنی یه معتاد انقدر می‌تونه بی‌رحم باشه، سنگ دل باشه، سوزن به خودش می‌زنه، عزیز سنگ کسل میاد روی سرت، کمال پررویی به سنگدلی و بی‌رحمی می‌ری، مادر پیرت قولش می‌ده که بره بیرون، تو ما بقیه کارت انجام بدی. خدایا هر کی از بیماری احتیاج، آقای دکتر خام اینو بگم در همه حرفام، هر کی از بیماری احتیاج در عذاب، هر کی داره مصرف می‌کنه، خدا علی هر چیز زودتر به جمع ما بیاره. خلاصه چی تو کم چی یه جایی که مواد مصرفی میگه مصرف نمی‌کنن بیاره و تو جمع ما بتونه از بیماری احتیاج پاک بشه ان‌شاءالله. بعد اووردوز هم داشتی؟ او دو بار داشتم، یه دونه شون همین از قطر و اینجاست، عباس آقا میشناستش، تو یه جایی زدم من آره تزریق کردم، یه چند وقتی بود مواد آشغال اومده بود تو محلمون توی کوچه تحیات، خیلی از بچه‌ها میشناسن کوچه تحیات رو، ما هم پاتمون همونجا بود شبانه روز، میدونی مواد آشغال بود. تو یه روز یه ساقی با موتور اومد رد شد، میدونی من بلند شدم پول بشورم، یه خورده کراگ ازش گرفتم و ریختم تو سرنگو زدم، زدن من همون و رفتن و برنگشتن همون. اصغر آقا خدا پدر مادرشو بیام از اصا داره همینجا تو سالون هست، بیارم میبینیش میشناسیش، پاتلا؟ آره پاتلا. میادم اونجا با پای سلون سلون، میبینه من پای درخت تیر چراغ برق افتادم و از دهنم کف اومده بیرون و چشام برگشته سفیدیش اومده، میگه بچه چی شده حالی چرا افتاده؟ همه میرن، هر کی که رد میشه از که نام اینا حال روزم خرابه، میترسم بیان دور بر میرن، این طفل میاد رو سرم و یه دست میکنه دست و پامو، این نبضمو میگیره و میبینه نه هنوز جون دارم، در خونه همساده رو در میزنه و زن همساده میاد دم در میگه هاش خانم یه زحمت نمیکشی زنگ بزنی 115 بیاد روی سر این رفیق، ماشین 115 میاد روی سرم، میدونه ضد مورفین بهم میزنه چشام باز میشه. حالا من بلند شدم ببین من بیمار احتیاط دارم، بیماری احتیاط دارم و صد معمون من دکتر اومده به من آمپول زده خوب شدم و زمانی که میخوان برن من چسبیدم به در ماشین 115 که چرا شما به من آمپول زدید که من خمار شدم، همینجور دنبال ماشینشونم میدویدم و مثلا نالو هم بودم گریه هم میکردم که شما چرا منو از حال به اون خوبی داشتم برگردوندید. این احتیاط دیگه اووردوز دیگه چی بوده؟ یه بار دیگه هم بازم همین از خطر یه جای دیگه باز زدم، روی فرشی افتاده بودم وسط کنار فرش، همه سوخته بود داشت آتیش میگرفت، من وسط آتیش مونده بودم، اصغر باز میاد میبینه بازم میگه این گربه داره میسوزه، هر موقع میام رد میشم همین گربه هم من فقط از دم مرگ نجات میدم، همون جوری هم هست، کافشنشو در میاره میره زیر شیر آب قشنگ خیس میکنه میندازه روی خودشون، میاد وسط فرش پای منو میگیره با اینکه پا نداره، هر موقع میبینمش میگم اصغر آقا کاش که منو نجات نمیدادی، کاش که میذاشتی، نمی با دیگه شاید 12 13 سال پیش این صحبت، این همه بدبختی و دربدری واسه مواد مخدر، نه اون که آینده خیلی غیر قابل، خودش هم اینو میگه عادی، خلاصه من اون چیز انسان دوستیم این بود که من بیام تو از تو آتش نجات بدم. بعد هادی یه سوال، یک سوال که نمیخوام خیلی کوتاه به بچه‌ها بگی که خیلیا که الان تو رو میبینن میگن او هادی کراک زده، هروئین زده، اووردوز کرده، شیشه میزده، من که فقط دارم سیگاری میکشم، من که فقط دارم مشروب میخورم، من مثل هادی نمیشم، حرفت با اون آدم ها چیه؟ همون
از همونجا هم شروع شد. واسه ما هم یه روزی میدونی تزریقی نبودم، مواد نمیزنم، نمیدونستم میدونی چجوری باید مواد رو بزنم توی سرنگ بزنم به بدنم. از روزای اول که سیگاری کشیدم، اولش قلون کشیدم، بعد اومدم تو سیگار، بعد از تو سیگار اومدم تو سیگاری، از تو سیگاری اومدم تو تریاق، از تو تریاق اومدم پلور، همونجوری تعقی کردم که کاشکی نمیکردم. میدونی به نظر من از خوردن یه پگ، یه کام، یه پگ، یه دونه قرص باید آدم پریز کنه، آدمی که بخواد تو راست سلامت باشه، بخواد زندگیشو طریق خوب پیش ببره، باید هیچی مصرف نکنه. هر چیزی که حال احساس آدمو به نظر من بالا پایین کنه جز همین مواد مخدر. بعد به نظر تو هادی توی این همه مواد مخدر که تو زدی، که راک، شیشه، هروئین، نمیدونم تریاک، فلان فلان، کدومی که بیشتر از همه مغز تو به فنا میده؟ به نظر من قرص. قرص چی میخوردی؟ قرص ترامادول میخوردم، کلوناز میخوردم، ترامادول میخوردم. روزی چند تا؟ هم تزریق میکردم. دیاز و پرو تو سرنگ ها هست. دیاز پام و پرو میتازیم. اونا هم میدونی تو خماری زیاد از اونا به خودم میزدم، مواد نداشتم، چون همون دیاز و پرو نخورده چیز نشی داره با آدم میده، با آدم مصرف کننده. بدترین عواقبی که به سرم اومد از امرو همین قرص بود. تو زندان بودم میدونی، و آقای دکتر تشنج بهم دست داد، دو سه روز تو قرنطینه بودم، هیچی بهم نمیدادن، چه از لازم متادون، تازه اونجا قرص بود اون زمان، چه شربتش، هیچی بهم ندادن. روز سوم اومد دکتر منو پذیرش کنه، یهو خود به خود قفل کردم، رفتم رو سرنگ، سرنگو زدم به بدن خودم، سوزنو زدم تو بدن خودم. میدونی دست خودم نبود، همینجوری که زدم افتادم، دهنم باز بود، از بغل دهنم کف میومد بیرون، یه حالتی که اگه شاید کسی به داده نرسه به داده شاید از بینم بره. روزی چند تا مگه ترا میخوردی یا کلونز؟ روزی اون زمان اوائل بود که اومدم تو مواد میکردم، هر شب که یه دونه دو دونه بیشتر بخورم بیشتر نشیش بهم دست میده، بیشتر میرم تو فاز، بیشتر نمیدونم میخوابم، یا پیشتر میام تو جمع بچه‌ها صحبت میکنم. زمانی که آقای دکتر قرص رفتن تو به چیز قرص و مواد مخدر آشنا شدم، تنها چیزش که به من احساس میکنم حال میداد همین حرف زدن. میخوردم که برم تو جمع بچه‌ها بشینم باشون، زیاد بتونم من تو سر دسته بچه‌ها بشینم، من بیشتر حرف بزنم، بگم منم تو سری تو سران که از همه بیشتر میدونم. خیلی حرفه بچه‌ها. یعنی فرض کن هر کسی به یه علتی قرصی میشه، یکی میدونی به خاطر اینکه مثلا تأخیر بیاره، به خاطر شب جمعگی و به خاطر جنسی و آبش دیر بیاد، کمرش صفر باشه. یکی دیگه مثل من که یه روزی 40 تا 50 تا قرص خواب می‌خوردم، به خاطر اون آرام بخشی به حساب خودمون و به خاطر اینکه بخوابی. یکی دیگه به خاطر اینکه مثلا ترامادول می‌خوره، به خاطر اینکه پر صحبت شه. مهم اینه که مواد لعنتی تو اگه بهش اجازه بدی بلد خودشو بیاره تو. یه بهانه‌ای برای تو پیدا می‌کنه. بهانه یکی اینه که پر صحبت شه، بهانه یکی اینه که آقا مثلا می‌خوام برم دختر بازی بتونم صحبت کنم، یکی اینه که آبم دیر بیاد، یکی اینه که خوابم خوب بشه، یکی اینه که رانندگی خوب شه، آرامش داشته باشم. آفرین. اینا همه یه احساس زودگذره. دقیقاً. زودگذره ها، یعنی بهش بهانه‌ای میتونی تو عالم سلامتی از اون خیلی بهتر باشی. دقیقاً. آره. تو دست خودت نیست، پشت فرمون میشینی دو تا قرص میخوری، نرسیده به نیشابور میبینی 180 تا ماشین داره میره، کله کله ماشینه تموم شد. تا حالا خودکشی هم داشتی؟ خودکشی دو بار کردم، یه بار همینجا به خاطر که چنگ این عباس آقاینی و آموشتبا در برم، میدونی اینا بها بهم ندادن، گفتن داره فیلم بازی میکنه. همینجا منظورش کمپ درگیری بود. پشت دشتی ها رفتم خودم رو به حساب آویزون کنم، برعکس بند این که انداخته بودم تو گردنم یه تناب خیلی نازک هم بود، میترسیدم گفتم خودم آویزون کنم میمیرم، واسه سیاه‌بازی کنم این فیلم بازی کنم اینا بترسن، بگم آزادش کنین خودکشی کنه. برعکس رفتم بالا یه شاخه بستم، شاخه خیلی نازک بود، خودم آویزون کنم با پا با زانو اومدم رو زمین، خودم به حال خودم خندم گیره. نکن دیگه از خودکشی ها لگه، تو خیلی جونت عزیز داری، اینا فیلم هم عباس آقا میدونه که تو داری فیلم بازی میکنی، فقط خدایا اون یه بار دیگه که خودکشی کردی چون؟ یه بار دیگه هم اومدم برم همین پسمان، با خودم گفتم خب چند تا قرص بخورم، یه راه در رو در واسه خودم درست کنم. بعد یه 20 دقیقه نیم ساعت دیدم اومدن عرازل دورمو گرفتن، آقادی بیا برو داخل. می‌خواستم به حساب خودم چند تا از اون قرصای نمی‌دونم سرماخوردگی بود اینا، به جای قرص مثلا کلوناسپام بخورم، بگم من می‌خوام خودکشی کنم یا منو آزاد کنی. بعد بیا خودزنیاتو نشون بده، دهنت سرویس، تو چرا اینجوری خودتو می‌زدی هادی؟ همین اعصاب و روان، قرص تنها چیزی که می‌دونی
آدم الان اونو تو با چی زدی؟ با تیغ صورت که صورت یعنی اون یه جور اونو اون چاک خورده دیگه. آره فقط اقد شده بود. من لحظه اولی که زدم احساس کردم دستم افتاد. خدا احساس کردم دستم افتاد. یک چند دقیقه خودم گفتم وادی چیکار کردی دستت رفت بابا. آره به مولا. خیلی دستم خاک. اقد باز شده بود. استخون سرشونم دیده میشد. استخون آره البته بهش میخوره دیگه. خدا وکیل. بعد باز همینجوری اومدن از بالا از خونه مادرم و آبجیام و زنداداشام اینا هادی بیا چیکار کردی خودتو زنگ بزن به سر 15 میدونی با سن 13 14 سالگی برگشتم تو 13 14 سالگی هم چی کار کردی موقع اوایلی گفتم تو کلاس دیگه منو تو زیر زمین بستن تو 13 سالگی افتادی تو منو بستن تو زیر زمین با زنجیر که ترد کنم کراکو بابا دکتر گفتم خدایا چیکار کنم چیکار نکنم مادرم رفت میومد واسم چای میورد منو با زنجیر بسته بودم به فرغون تو زیر زمین با زنجیر مادرم واسم چایی که من میورد بعد از اون من سنه که اومد بودم مامان ماشین صورت هم واسم پیرزن نمیدونست که مثلا با اون میتونم اجازه کار کنم که اینا بیان منو باز کنن آینه هم واسم آورد صابون شامپو هم آورد گفت سر صورت اول بشورنه بعد صورتو بزن میدونی تا به امداد گفتم نه نگاه شما نمیخواید منو باز کنید برم کنید گفت خب نه ساعت بدیم واد میری کلاک میزنی مواد میزنی جلوی همون پیرزن صحنه که زدم اون افتاد تیغو برداشت من تیغو از دست ماشین از دست گرفتم چرخوندم باز کردم در آوردم تیغو زدم به خودم اون افتاد از ترس اون افتاد اینا البته عزامه دارم به زبون بیاد میارم که از اینجا امروز فردا شاید منو ترخیص کنم خدایا کمک همه ما بیمارا بکن همه ما معتادا هممون دست خودمون نیست بیماری احتیاط داره به ما دستور فقط تنها کسی که میتونه کمکمون کنه خدا قبل از خودمون خودتی و بعد از تو هم خودمونیم که بخواییم فقط بخواییم و بیاییم اینجا وایسیم حرف عباس آقا مشتبه گوش کنیم ولی خب چه فایده میدونی؟ ما معتادا نمیخواییم ما همیشه زود میخواییم خوبشو میخواییم بهترینو میخواییم ولی خب امان از این که یارو شاید الان میبینم رفیقم هم و دیشب اومده اینجا بهترین ماشین زیر پاش بابا 4 سال دهن سرویس شده ماشین خریده 4 سال مواد نزده مصرف کننده بود اون آره محسن نسبتی که ازم خدمت گذاره هم اینجا بوده 4 سال الان پاکه الان پاکه دیشب یه نیم ساعت یه ساعتی با هم صحبت کردیم و گفتم محسن جان دستان من این فلان نمیذارن برم فلان میخوام از در دیوار بپیچم برم میدونی گفت وادی ما هم هم اینجا مم داستانم هم اینجا بیم خواستم درون برم ولی حسین دیوندی یک زم رفیقه هم مصرف خود ما اونم پاکه اونم نزدیک 7 8 سال پاکه ماشاءالله آره اونم تزریقه بوده اونم تزریقه با خودمون میچرخید آره دیگه ما هم قلعه تاشر بودیم دیگه هممون با هم بودیم پیشتر اکثریت همین بچه‌ای تو کم همه بچه‌ای پایین شهرن الان بعد از اون دارم میخواد بیاد بپرسی ازشون بگی آقا این بچه‌ی شهرک توی کیه تو شاید یه دونه یا دو تا باشن البته علت اینو بچه‌ها من میتونم بهتون بگم که چرا تو کمپای ترک اعتیاد اکثرا بچه‌های پایین شهر علت این که کمپای ترک اعتیاد کسایی رو میارن که شیشه مصرف میکنن و هروئین در حالی که اگه ما یه کمپ ترک اعتیادی داشته باشیم که کوک بازار رو بیارن کتامین بازار رو بیارن نمیدونم لیم بازار رو بیارن نمیدونم پرگا بازار رو بیارن نمیدونم میدونی چی میگم باز اون کمپا همه میشه آدمای بالا شهری کسایی که اودی میزنن کسایی که تونی میزنن کسایی که میدونی چی میگم شما جامعه آماری و اپیدمیولوژی بخوای نگاه کنی یه داستانو معلومه شیشه و هروئین و کراک و سدود و کریستال و اینجور چیزا توی کسایی که از لحاظ اقتصادی اجتماعی یا سایکو سوشیال و سایکو اکونومی پایین هستن خب آره دیگه میگن چیو اکونومی فهم کنم سایکو اکونومی از این لحاظا پایین هستن این آدما آدمایی هن که معمولا توی کمپای ترک اعتیادن ولی خب ما متاسفانه کمپ یعنی اینجا ما کیت آمفتامین داریم متادون داریم مورفین داریم کیت شربت لین نداریم کیت کتامین نداریم کیت کوکائین نداریم در حالی که این کیتا رو داشته باشی خب مسلما الان اسمایی که گفتم اودی میدونی چیه نه. تونی میدونی چیه نه. کتامین میدونی چیه پرگاوالین میدونی چیه اینا همه مواد مخدر آره پرگاوالین میدونی چیه؟ شربت لین میدونی چیه؟ این همه زیاد شد ما آدم کراک و دوا و شیشه فقط بگو آقای دکتر به خدا آره اینا باز یه مواد مخدر جدیده کلن دیگه الان مثلا جوونا از اسم کراک میترسن حالا زمان شما هم میترسیدین شما هم خب ولی کلن الان رفتن سمت اینجور چیزا الان جوونه دیگه شیر تریاک نمیزنه جوونه میره شربت لین میخوره جوونه میره همین شربت متادون دیگه نه یه شربت دیگه است خودش باید درست کنه میره از داروخونه میگیره شربت سرفه و یه سری چیزا خب یعنی مثبتی داره نه مثبتی نداره
ارزم به حضورت که فرض کن تو آمپول پرومتازین رو میزدی، حالا بیا شربت پرومتازین رو بخوری. نچ کننده. آره. حالا دهید. حالا من یاد گرفت. حالا من شنفتم مثلا واسه ترک سیگار میگن برچسبش اومده بزنی به خودت مثلا دیگه سیگار نمیکشی. آره اون که برچسب نیکوتینه. خب نه همینم هم مثل همونه یا میگی مثبت نداره خودت؟ نه نه مثبتی نداره. اعتیاد آور هست. آره زیاد. خیلی. یعنی مثلا دقیقا مثل به قول تو کراک که میگی بعد از دفعه پنجم میگی دیگه من باید مشامی بزنم و تزریق کنم، دست بالا رو میزنه. اینم هم همین جوریه، این شربت خصوصا دست بالا رو میزنه. اکس که میدونی چیه؟ آره اون رو میدونم. آره مثلا کیمیک میدونم. کیم از کیم بپرسی کیمیک زدی؟ آره اما با اون یک خود زندگی کردم با کیمیکال. آره. نظر در موردش اولین باری هم که مصرف کردم تو بچهای معلمون تو پارک معلمون نشسته بودم، من از پایین داشتم میومدم یهو دیدن مثلا عادی نام داره میاد، یکیشون گفت بچه عادی داره میاد، و اینکی گفت بیایم بهش کیم بدیم، و اینکی گفت نه ندیمش حالش خراب میشه، و اینکی گفت بابا 20 سال بابا معتاد اعتیاد داره تو سلولای بدنش داره قلطمولاق میخوره، بیایم بهش بدیم کیم هیچ کارش نمیشه. من نزدیک اینا شدم دیدم با یه خورده با لبخند دارن با هم صحبت میکنم، گفتم بچه‌ها چیه میخندید؟ از اون سر دارم میام میبینم ریکتون باز داره با هم میخندید. گفت بیا عادی بشین یه چیزی بهت بدیم حالشو ببری. باز همینجا اولی که نشستم باز یکی از دوستان گفت نه عادی پاشو برو حالت بد میشه. گفتم چیه؟ خب گفت سیگار میکنیم دو کام بزنیم. من میدونم ادعام گرفت با این که دو کام چیه. آره گفتم بابا اون دیواری که میخواد با دو کام بیفته بذار بیفته. میدونم اولش نزده بودم، اونا خودشون میدونستن داستان چیه. من نشستم و قشنگ اینجوری چهار زانو رو چمنا و اینا بار زدن اون چرخوندن تا بخواست برسه به من. همون این ایمانی که داشت بار میزد رفیقم گفت هادی رسید به دو تا کام اینجوری به گردم آقا سر بده. میدونی من کیمیکو گرفتم دادم به برم رفیقم، بعد از 3 ثانیه رفیقم گفت بغل دستم گفت هادی چته؟ هیچی نگفتم 3شو گرفت. اون حالم خراب شده دستشو کرد تو جیبش گوشیشو در آورد فیلمو گرفت اومد رو برم نشست گفت هادی چته؟ هیچی نگفتم. گفت چته؟ هیچی نگفتم. دفعه سوم تو گفت هادی چته؟ همینجوری افتادم رو چمنا با دوبین آورد گفت هادی دیدی؟ گفتم دیوار میتوبه با اون دوتا دوده دیواره خراب شد. اینه افتادم حالم خراب شد و این فهمید حالم خراب شده، عرف از خونهشون دو سه تا بطری آب سرد و ریخ روم. تنها چیزی هم که پازر کیمیکاله به نظر خودم آبه، آب سرد. کسی را اگه دیدی در حال مرگ داره کیمیکال کشیده داره میمیره، تنها چیزی که باید حالش خوب میکنه همین آب سرده روش بریزی. من رو کیمیکال تشنج دیدم، من رو کیمیکال توهمای خارمادر دیدم. دکتر شما هم خیلی حال فکر میکنم تو مواد بودی یا نه؟ آره من هم این برونه بودی. آره من دو سال و نیم پاکی دارم الان. ماشاءالله. آره آره آره. متولد چند هستی؟ 73. 30 سالم. 5 ساله 4 ساله. از تو کوچیک‌تر. علی تهران بودی فکر میکنم یا نه همینجا؟ سبزوار ما از 93 سبزواره. تو ما چیز مواد مخدری تو چی مایات تو چی مواد رفتی زدی؟ من نگاه خیلی مواد به من معرفی کردی که من اینو نشنیدم اسمش. من قرص خواب خیلی میخوردم مثل نقل و نبات. از اوایل خیلی وقت مصرف داری مثلا 7 سال 8 7 8 سال نگاه 2 سال پاکی دارم. یه چیزام بهت بگم به نظر من سیگاری بازم هست. سیگاری 2 سال و نیم پاکی دارم. آه. من عشقم واقعا سیگاری بود. نه عشقم سیگاری بود. من واقعا یعنی اونی که دیوونش بودم و هنوزم هستم که خیلی ازش میترسم سیگاری. من شاید پیش یار بازی که نشه میکردم باش برم. آه. شاید پیش یار بازی که قرص میخوردم باش برم. فرق نکنه. آره ولی بازم فرق میکنه در حد حال و احساس. در حد حال و احساس فرق میکنه. همونم بهتره نری. ولی پیش یار بازی که چت کنه نمیرم چون از اون واقعا میترسم. آره مخم اون زیاد ضعف دارم. آره در مقابل حشیش و گل من خیلی ضعف دارم. یه بار که میک زدم خیلی حالم بد نشو خیلی قفل شدم. یه بار زدم فقط. یه بار زدم. من مثلا خیلی چیزا رو یه بار زدم ولی اینایی که بخوام بگم خیلی میزدم مثلا یه دو سه ما ترامادول میخوردم. منم بودم تو برش متوجه ولی دیگه تو سفید و صنعتی و اینا نرم. آره آره چون تو اونا میرفتم دیگه نمیتونستم درسو تموم کنم. عرضم به حضورت که توهم تا حالا داشتی؟ بیشترین روز که نخوابیدی چند روز بوده؟ من تا حد 14-15 روز نخوابیدم. بعد رو مصرف شیشه ها. بعد میدونی بعضی هم میگن برو مگه جنگ 15 روز نخوابیدی؟ یه روز هم آقای دکتر از این بگم سیگاری کشیدم میدونی یه جوبی بود 20 تان جوبه بود پیشترم نبود. من میخواستم از جوبه رد بشم فکر میکردم دریاچه هست یا دریا. یک ساعت نیم این ور جوب وایساده بود. رفیقم رفته بود خونه جون برگشته بود. سیگاری؟ نه سیگاری در این هست. آره اوائلی که مصرفم افتادم توش ها خب گرفتم
سر لازم شده بودم دیگه. رفیقم رفته بود خونه و برگشته بود، دیده بود من هنوز لبه جور واسه همه اینجوری میکنم که برم یا نرم. آخر نفیقم اومد دستم گرفت. بدبختی مواد مخدر. آره واقعا اصلا زوری که این مواد، من عاشق موادم میدونی چرا؟ چون خیلی قدرتمنده. یعنی میدونی خیلی قدرتمنده لعنتی. اصلا براش مهم نیست که، خیلی جالبه، یه بار یکی از بچه ها گفت مرامی که مواد داره هیچی نداره، چون براش مهم نیست که تو هر کی باشه تو دنیا، براش مهمه که تو پولداری تو پول، ولی مرام مواد دو عشق است. براش مهم نیست تو پولداری یا فقیری، تو زنی یا مردی، تو باسوادی یا بیسوادی. اولین بارم آقای دکتر هر جور آدمی باشه میکشه دنبال خودش مواد. یعنی هر چی باشی مرامش مرامه، براش فرق نمیکنه تو چی زمینت میزنه. الان بعضی رفیقان بهم میگن، میگن آدی مهر مواد مخدر از مهر مادری به بیشتره. آره الان... چون تو حاضری به خاطر مواد مامان تو ول کنی. آره. یعنی مواد زورش بیشتره. همین مصرف شیشه بچه همین سبزوار بود دیگه، شیشه کشیده بود، قرص خورده بود، سر مادرش بریده بود. جدی؟ آره محمد میره تو فاز قرص هم خورده، از مادرش طلب پول میکنه، مادرش با سر صدا میگه برو فلان ندارم، همش میگه نه، میگه ننه پول بده، مامان پول بده، از کجا بیارم، برو مردید واسه خودت کار کن. میگه 30-35 سال سنه شده، این برمیگرده با مادرش درگیر میشه، با چاقو میزنه از پشت سر مادرش، 4-5 چاقو میزنه، مادرش میفته، از توهم و فاز و همه قارقاتی شده دیگه. تو فاز قرص بوده، تو فاز شیشه بوده، تو الان توهم... زندانه؟ نه اعدامش کردن. خار با میدین داداشاش و آبجیاش اینا رفته بودن تقاضا قصاص شو کرده بودن، الان قصاص کردن، پارسال قصاص شد. نمیدونم به نظرت بگیم خدا رحمتش کنه؟ آره بگیم، چون من و تو میفهمیم. اون دست ما بود بیدیگه. آره. اون نمیخواست خودش این کارو کنه. میدونی این خیلی هم نمیشه، باز از اون طرف بگی دست مواد بوده، میان بقیه به ما خب میگن آره دیگه این هم هست، این هم هست، این همه ملت هم مواد میکشن میرن همچین جنایت میکشن. نگاه من میگم خدا رحمتش کنه، ولی میگم باید اعدام شه. چرا باید اعدام شه؟ چون از کارهایی که ممکنه بعدم بکنه جلو گرفته میشه. همونجوری هم شد دیگه. الان به خاطر همون الان شیشه رو خیلی سخت میگیرن، یا همین سیگاری و همین گراس و مواد روانگردان الان خیلی سخت میگیرن تو تهران. ماشروم میدونی چیه؟ نه. الستی چیه؟ الستی شنیدم، نخوردم، نزدم. اوکی. بعد به تو حد همین کیمیکال. طبعا 14-15 روز. رفیقم بهم گفت کیمیکال تنها موادیه که بزنی حتی تزریق دیگه نمی کنی. همونجوری هم شد. کیمیکال رو زدم، دیگه دنبال مثبتی نرفتم. فقط به رفیقم گفتم مثلا من دارم دوا میکشم، میخوام با کیمیکال کنم. میگو بیا برو شربت بخور، میرفتم 10-20 تا شربت متادون میخوردم دیگه، تا فردا صبح، امروز صبح ساعت 10 شربت هم میخوردم، تا فردا صبح با رفیقا مثلا 3-4 جلسه کیمیکال میکشیدم. و توهمی هم باز میدونی چیز حس شیشوم تو خیلی قوی میکنه، باز میکنه کیمیکال. من دفعه اول کشیدم میدونی احساس میکردم پایین خیابون، داداشم با موتور رفت سمت خونمون، من احساس میکردم دیدم، متوجه شدم داداشم بود رفت سمت خونمون. مغز نمیذاره برات. همین شیشه دکتر بود صحبت میکرد تو گزارش، نمیدونم چی برنامه چی بود، گفت فرض کنید این یک ذره گوشت از بغل یه گوسفند کندید بذارید بغل یه آفتاب، دو سه روز بعد برید ببینید اون گوشت تازه چی شده. مغز آدم همون جوریه، میگه به مرور زمان همون مصرف شیشه مغز آدم مثل همون گوشته میکنه. آره خراب میکنه. آره خراب میکنه که دیگه کار نمیکنه. مثل همین دوستای خودمون که اینجا دارن مثلا راه میرن با خودشون صحبت میکنن، یه لباسشون رو تنشون میکنن، شلوارشون شورتشون رو تنشون نمیکنن. پریروز اون سید محمد از همون اومد بیرون، تیشرت شو تنش کرده بود، شورت و شلوارشو نپیچیده بود از رو. دیگه نه توهم همون مواد دیگه. بعد تو این 15 روزی که نخوابیدی توهم هم زده بودی؟ آره میومدم در حیاتمون باز میکردم، فهم میکردم مثلا مادرم داره از نونوایی ساعت 3 صبح میاد. بابا ساعت 3 صبح کدوم نونوایی که بازه که مادر بر نون بگیر بیاد؟ ننه تو خانه خواب بوده. من توهم میزنم. ولی این توهما رو نداشتی که مثلا آدم فضایی ببینی، کسی باهات صحبت کنه؟ نه دیگه اونا که خیالات دیگه. ما که نباید انقدر زود از دست بره. من تو همین فاز بودم که مثلا با خودم فراموش کرده بودم ساعت چنده. یعنی در خونم باز میکنم و خونه و خونه که ببینم ننم داره میاد از نونوایی یا نه. بعد که برمیگشتم میدم همه چراغای خونه خاموشه.
رفتم نگاه میکنم به ساعتمون، میدم ساعت 2:30. بعد یادم میومد گفتم یه ساعت 2:30 هنوز نونوایا باز نشده، ساعت 4:30 نونوایا باز میشه. بعد هادی جان برای که ویدیو زیاد طولانی نشه، به عنوان حرف آخر با مخاطبای ما چی؟ آخرم اینه که ان شاء الله هر چه سریعتر عباس آقای ما رو آزاد کنه از اینجا. عباس مسئول کم نمیشه، میدوندار کم. همه آره، همه رو داره یه جوری داره یواشکی رد میکنه، نمیدونم چی چیده. یواشکی از آره. نه ما از تا تاییدیه دادستان و تا تاییدیه رئیس کمیش. ما از خنده داریم میگیم. نه حواس آقا تاج سرمونه، شاید یه سلاح چیزه تو ما میبینه میخواد نگرمون داره، ولی خب 70 روز دیگه عباس آقا بیا و یه آقایی بکن. یه آرزوی خوبم برای همه بکن. آقا هم نی تایم آرزوم اینه که خداوند هیچ موقع هیچ پدری رو شرمنده زن و بچهش نکنه. دمتون گرم بچه ها، دمتون گرم. با ما این لایک یادتون نره و کامنت انگلیسی. خدا نگهداری. خدا نگهدار.